کی گفته رأی انتخاب نمیده؟ انتخاب دو برنامه‌نگاران هم‌وابسته انتخابات 1400 نظر و حواسی ترافیک ثبت‌نام کنندگان با صحیح شدن مهلت قانون رقبای اصلی مشخص وعده‌های داده شده تحقق پیدا کنند. در جمع اساتید و دانشجویان که نشستیم از دوگانگی رسانه‌های معاند گفتند. اصلی ترین دوگانه ای که الان داره پیگیری میشه توسط رسانه‌های معاند و وابسته به نظام سلطه، دوگانه یأس و ناامیدی در مردم هست. اگر بخوایم در مقابل این دوگانه ما سفارایی بکنیم، اصلی ترین قصه و رسالت کاندیداها ایجاد امیده، ایجاد در واقع این نگاه در مردم که با انتخاب درستشون میتونن تغییر جدی در حکمرانی و تصمیم سازی در کشور رو شاهد باشن. پرهیز از نگاه‌های سطحی و نگاه به آینده یکی از درخواست‌های این جمع دانشگاهی بود. ما نباید صرفاً نگاه‌های سطحی و روزانه و به عبارتی نوک مثلا دماغمون رو ببینیم، بلکه باید افقمون، افق نگاهمون بزرگتر باشه تا بتونیم مشکلات رو بهتر درک کنیم. انتظاری که ما از یک رئیس جمهور داریم اینه که با این نگاه بیاد بحث از مشکلات مطرح بکنه، نه اینکه بیاد حرفهای عوام فریبانه و ساده و سطحی بزنه تا مردم اون پایین براش کف و دست و هورا بکشن، مثلا بگه فلان چیزو من ارزو میکنم، فلان کارو من انجام میدم. خب اینا خیلی حرفهای ساده و عوام فریبانه ایست. به نظر من بیان همین حرفا نشون میده پس چقدر اون رئیس جمهورم آدم کوته فکری است. یکی از این اساتید توجه به مباحث فرهنگی را مطالبه جدی خود برای کشور دانست. اسلامیت نظام در واقع در بحث فرهنگ و تربیت باید نمودار بشه و رئیس جمهوری میتونه اینجا قابلیت خودشو نشون بده که علاوه بر پرداختن به اقدامهای آموزشی لازم و اقدامات پژوهشی، بتونه در بعد فرهنگی و تربیتی هم در تراز انقلاب و در تراز جمهوری اسلامی کار بکنه. در این جمع از اجرا نشدن وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی پس از منتخب شدن یک نامزد هم صحبت شد. برنامه محور بودن به شرطیه که خود نامزد با اون برنامه زندگی کرده باشه، یعنی عمر علمی و اجراییش با اون برنامه بوده باشه، نه یک سری برنامه های پیشنهادی که در یک مدت 3 ماهه برای رئیس جمهور ارائه میشه بدون اینکه اون برنامه رو مطالعه کرده باشه. خلاصه در پایان این جمع دانشگاهی به این نتیجه رسیدیم که راه حل اصلی حل مشکلات کشور به برنامه محور بودن نامزدها و دوری از وعده وحیدهای انتخاباتی و انتخاب درست من و شما برمیگرده. سجاد مهتری، خبرگزاری صدا و سیما.